یک جهان جوان نشستی که به زودی در شهر لاهه هالند برگزار خواهد شد. عزیزه بیگم، دختری از افغانستان که قرار است بر نمایندگی از کشور در این نشست اشتراک کند و سخنرانی داشته باشد. عزیزه 25 سال دارد و او 7 سال است در یک نهاد آموزشی بخش آموزش پرورش برای دختران در دهسبز کابل معلمی می کند. عزیزه هر روز از ساعت 6 صبح تا 1:30 بعد از ظهر از فاصله راه دوراهی بند قرغه تا دهسبز را میپیماید تا به دختران منطقه دهسبز شهر کابل آموزش و سواد یاد بدهد. سازمان یک جهان جوان یک نهاد بریتانیایی است که رهبران جوان موفق را از 18 تا 30 سال از بیش از 190 کشور دنیا همساله گرد هم می آورد. در این پرسپال با عزیزه بیگم هستیم. عزیزه جان، تشکر از فرصتی که به برنامه پرسپال دادین. تشکر از اینکه برای در برنامه تان دارین. خواهش میکنم. ابتدا صحبت کنیم در مورد ای که در کجا به دنیا آمدی، مکتب در کجا خواندی و آیا مهاجرت سرنوشت مشترکی که برای یک نسل، برای دو نسل، نه برای بسیار زیادی از افغان و از سالهای متمادی بوده، در زندگی شما وجود داشته؟ ما هم متمسته که تمام افغان هم مثل که مهاجر شدن، اما تو ما هم یکی از فامیل هایی بودیم که مهاجر شدیم و وقت ما به دنیا نامده بودم وقتی که مادرجان و پدرجان به پاکستان رفت. شما در پاکستان به دنیا آمده؟ بله، باز معمونجا به دنیا آمدم دیگه. قسمه که همه گیم از یک تلخ مهاجرت دیدن، ما هم یکی از همون فامیل ها بودیم دیگه. مشکلات خود داشت، دوری از وطن، یعنی همه چیز حس میکردیم عین از مواصنای طفولیت هم. اما باز هم ای بود که مهاجرین در مو شهر پشاور بسیار زیاد بودن، امروز و یعنی رفت آمد یا بودن امروز و بازم کم، یعنی میشد که مثال اما دوری از وطن کم کمتر حس کنیم. باز اما تو مکتب، یک مکتب افغانی بود، در مکتب افغان ها درس خواندین؟ بله، یک مکتب افغان بود به نام خدیجه الکبرا، دیگه همونجا مکتب آغاز کردیم دیگه. استایستا هم تو پیش رفتیم مکتب همونجا خلاص کردیم. بسیار خوب. بعد از اینکه کمی در مورد پاکستان صحبت بکنیم، خب صنف 12 یعنی وقتی که مکتب خلاص کردین، نام خدا جوان بودین، هوشیار بودین، آگاه بودین، چطور بود وضعیت زندگی در اوج؟ هرچند که کم اشاره کردی، ولی به عنوان یک مهاجر چه تفاوتای زندگی شما با زندگی یک فرد دیگه داشت که شاید شهروند اوج می بود؟ با وجود از اینکه در پشاور هنوز هم افغان ها زیاد هستن، مطمئنا اون وقت بیشتر بودن. بله، قسمی که گفتم یعنی مشکلات بود، اوقدر زیاد نیست، مثل که امروی بعض افغان ها در بعض کشورهای دیگه که مهاجر هستن، بعض مثال تبعیض بینشان هست، مثلا مهاجر خطاب میشن یا بعض لغات دیگه برشان استفاده میشن. در پشاور اوقدر نبود. خب بازم یعنی خود انسان حس میکرد، یعنی بودن در وطن و دوری از وطن معلوم میشن که شما در کشور خود هستین یا در کجا. یعنی مشکلات خودش خودت داره همیشه وقتی که انسان در دیگر کشورها باشن. اما باز شما هم که افغانستان هیچ وقت ندیده بودین، آیا احساس از این میکردین که وطن ندارین؟ همیشه، خصوصا روزهایی که میشد، مثلا روز میرسید که اونا جشن استقلال خودن، وقتی که جشن استقلالشون میبود، در اون روزا زیادتر یعنی کمی ما احساس میکردیم، یعنی ما کاش در افغانستان میبودیم، ما خود ما جشن استقلال خود تجلیل میکردیم. اما همیشه مادر جان، پدر جان همیشه میگفت نمیخواست که حسی که به وطن داریم او از بین بره. همیشه میگفت انشالله، میگفت روز میرسه که میریم افغانستان بخیر، زندگی خدا پس مثل سابق آغاز میکنیم. قصه های افغانستان زیاد میشنیدیم، مادر جان قصه میکرد، پدر جان قصه میکرد از دوران خدا دیگه. او حس وطن دوستی بسیار زیاد بود وقتا. بسیار خوب. کدام سالا به کابل برگشتین؟ وقتی که پیش از اینکه صنف 12 را خلاص کنیم، قبل از اون مثلا من 13 12 ساله بودم که اولین بار افغانستان آمدیم دیگه. از اون وقت یعنی می آمدیم به 3 ماه رخصتی، ماه جون، جولای، آگست که بود اونجا رخصتی ها بود در مکتب، بازی جمع می آمدیم به 3 ماه، چون پدرم میگفت باید وطن خود ببینین دیگه. کابل اون وقتی که دیدیم و کابل که حال می بینیم، الحمدلله یعنی بسیار تغییرات مثبت دیش، الحمدلله آمده. بسیار خوب. چه زمانی تصمیم گرفتین که بالکل بیاین در کابل زندگی کنین؟ تقریبا 7 سال شد دیگه، 7 سال است که مکمل کوچ آمدیم، در وطن خود برگشتیم. پیش از اون قسمت گفتم می آمدیم،
اموسه ما را تیر میکردیم، پدر میگفت میخواهیم که اولادم وطن خدا ببینن. یعنی یک حس وطن دوستی امو وقتم بود. در پاکستان هم بودیم، یعنی کمبود وطن همیشه احساس میشد. عزیزه بر ما از ادامه درس و تحصیلت بگو، چطور در اینجا ادامه دادی و چطور خودت پیدا کردی در جامعه افغانستان؟ بدون شک حال افغانستان اف سال پیش نیست، درست؟ تغییرات کم و بیش زیاد میایه، از چهره شهر اگه ببینیم تا رویه مردم. بعد از که آمدیم، یعنی من که مکتب خلاص کردم، وقتی که آمدیم 15-20 روز تیر شده بود که من فارغ صنف 12 بودم که من در این مکتب به حیث معلم مقرر شدم. من 18 ساله هنوز نشده بودم، من 17 سال داشتم دیگه. به حیث معلم در این مکتب، یعنی بدون از که مثال ورک اکسپیرینس در نظر گرفته شده که چقدر مثال اینجا زیادتر وقت میرین تجربه کاری و اینا بسیار مهمه، اما اینا امتحانی که گرفتن هیچ برشان مهم نبود که تجربه کاری چقدر یا ای یا او دیگه. به حیث معلم انتخاب شدیم از اون وقت، یعنی من از اون وقت میخواستم که خوردم بودم. یعنی 18 ساله بودی که در مکتبی که آله دده سبز است آموزش شروع کردی. از این بر ما صحبت کن که فامیل چی میگفتن با وجود از این که مثلا مسافه را از دراهی قرغه تا دده سبز بسیار زیاد است، اون هم اگر از یک لحاظ دیگه ببینیم برای یک دختر که بخواید بره، فامیل انتخابشان چی بود؟ یعنی همیشه سپورت میکنن در هر لحاظ، اما بازم کم میگفتن که راه دور است یا مثلا زود خسته میشی. یعنی یک از مثال میگین به افغانستان خدمت میکنیم یا او، اما گفت زود خسته میشین، یعنی شاید یک سال پوره نکنی، شاید خودت مکتب ترک کنی. اما بعد از اینکه دیدن روز به روز باور کنین، یعنی محبت امرای شاگردا با وطن، خدمت به وطن، یعنی روز به روز این احساسات زیاد شده میرفت و تا حالا هم هیچ نوا، یعنی هیچ وقت ما تو احساس نمیکنم که من مثلا خسته شده ایم، باید نرم یا از قرای دور چطور برم. یعنی چون امو اطفالم که کس میبینه، یعنی شوق علاقه از وا به علم و هنر و به علم و دانش، یعنی ما رو مجبور میسازه، ما رو دگام یعنی موتیویت میسازه که ما هم باید به افغانستان. یعنی اونا وقتی که قدر کوشش میکنن، از والدین خود اجازه میگیرن به مکتب، دیگه در مقابل از وا ما یگان یعنی ریسپانسیبلیتیز داریم که باید ما مواره کمک کنیم. صبحانه تو ساعت چند از خانه بیرون میشی به طرف مکتب دده سبز حرکت میکنی؟ قسمه گفتم مکتب رایش بسیار دوره، از خاطر زیادتر اوقات 15-6 چون اولی معلمینه که توسط ترانسپورت گرفته میشه ماستیم و آخری کسی که به خانه میرسه باز هم ماستیم چون از کل شهر کابل، این از خیرخانه، از قسمت خیرخانه، از قسمت از یادتر قسمت های کابل مثلا معلم ها گرفته میشه، بعد از اون به طرف مکتب میشه. چند سال است نروجه درس میتی؟ 7 سال. 7 سال؟ خسته نشدی تا حالا به قول پدرت؟ نه خیر، چون میخوایم، یعنی ما قسمه که مثال به ما بهترین، یعنی مهاجران بودیم بازم، یعنی نه به نوعی که ما تدریس شدیم در دوران مکتب بسیار خوب بود، استادای بسیار خوب داشتیم، مکتب بسیار خوب بود از طرف بعضی جاهایی که از افغانستان است، مثلا از طرف وزارت معارف، صد تا وزارت معارف بود، از اونجا یعنی مکتب کمک میشد دیگه. از خود ما میخوایم امو چیزایی که بر ما یعنی مادر پدر داده یا مثلا افغانستان بر ما مخه کرده، اما که میخوایم مثلا پس دوباره میگن، نمیگم مثلا چیزی که یاد دارین و دیگرا بیاموزین، یعنی ثواب از او بیشتر است. چیزی که یاد داریم، چقدر که توانایش داریم، میخوایم مخه به اولاد وطن بدیم از خاطر. بسیار خوب، از مکتب دده سبز بر ما صحبت کو، چه تعداد اونجا چقدر است؟ تمام دانش آموزا دختر هستند یا چطور میاین؟ تجربه هایشان چی هست؟ اونجا هرچی نباشه کم دورتر از کابل هست، مسائل فرنگی و سنتی چقدر برشان اجازه میده تا براحتی بیان در صنف اشتراک کنند؟ قسمه که مثال میفهمه همگی، رازی جان وقتی که در سال 2008 بود، یعنی 10 سال از مکتب میشن، با مو سال وقتی که مثال بنیادگذاری مکتب کردن، او وقت تعداد شاگردای ما 90 نفر بود، استاف ما یک 3-4 نفر معلمین داشتیم. باز چون نمیم مشکلات اجازه فامیلی بود که نمیموندن فامیلا، یعنی او قدر علاقه مندی نداشتن که دخترایشان مکتب برن. در همه قریجات هستن، در افغانستان نه، یعنی نظر به معلوماتی که داریم در همه دنیا، یعنی در مردمی که در قریجات هستن او قدر یعنی به مکتب اجازه داده نمیشن. در افغانستان هم اینم تو، یعنی اینا هم می مشکلات داشتن. آیستا ذهنیت ها بسیار تغییر کرد، مثلا دیدن که تمام دخترایی که مکتب میره یعنی بهتر زر شده میره روز به روز، یعنی در زندگیشان بهتری میایه از هر لحاظ دیگه. از او خاطر آیستا بسیار یعنی والدین اجازه دادن دخترایشان، و حالا هم تقریبا 650 شاگرد
645-650 شاگرد داریم فلحال در مکتب. دگال بسیار خوب شدن، تغییرات زیاد آمده، تمامشان اجازه میده حتی به بدون از که فارغ میشن، مثلا خودشان از خانم رازیه جان خواستن که باید یک انستیتیوت یک چیز باشه که باید اینا دیگه هم درس بخونه، این تحصیلات عالی خود باز اونا هم یک انستیتیوت قابلگی در نزدیکی مکتب او رفته تا کردن. اینال دیگه شاگردای ما که دمی دو سال گذشته که مکتب خلاص کردن اونال انستیتیوت میرن، انستیتیوت میخوانن. بعضی یک از جمله شاگردای ما، یک شاگرد ما در ترکیه یعنی در فول سکالرشپ ماشاءالله کامیاب شدن، دانش آموز طب هستن در ترکیه، طب میخوانن ماشاءالله. دیگه یک چند تعداد از شاگردای ما 5 نفرشان در امریکن یونیورسیتی درس میخوانن در اینجا. دیگه پیشرفت تمام اینا دخترها هستن، تمامشان دختر هستن. عزیزه جان، در مورد نشست صحبت کنیم که قرار است به تاریخ 7 اکتبر برابر با 25 میزان در شهر لاهه هالند برگزار شود و خودت به نمایندگی از نسل نو افغانستان در این نشست اشتراک داشته باشی. چطور به این نشست راه پیدا کردی؟ ازی بر ما صحبت کن و چطور انتخاب کردی که در اینجا باشی؟ خانم رازیه جان که مسئول از این مکتب است، بنیادگذار از این مکتب است، از طرف از اونها یک ایمیل دریافت کردم، یعنی اونا دربارهشان معلومات داشت درباره همین One Young World Program. اونا گفت ما میخوایم از طرف مکتب شما را به این برنامه راجع کنم، شما را نامینیت کنیم. باز خاطر خود ما بعضی سوالات بود، اپلیکیشنش بود که باید ما او را پر کنیم، دیگه بعضی سوالا بود که باید جواب بدیم. دیگه ما چون اونا گفتن از خاطر نتونستم نی بگویم. دیگه ما تمام پروسیجر رو اینا را طی کردیم، تمام مراحلش را طی کردیم. دیگه یعنی همو فارم پر کردیم، خانه پوری کردیم و بعد از او یک ماه دو ماه بعدش بر ما یعنی از طریق ایمیل دریافت کردیم که در 12 بهترین شما انتخاب شدین. باز بعد از او دو مرحله انترویو داشتیم، دیگه بعد از او ایمیل دریافت کردیم که شما به حیث برنده از اعلان شدین و نمایندگی از افغانستان میکنین. بله، به نظرتان مهمترین مسئله که در این نشست که به نام جهان جوان عنوان داره، گپ شما چی خواهد بود به عنوان یک جوانی که در افغانستان زندگی میکنه؟ به نظر من یعنی قسم گفتم تغییرات زیاد از سالهایی که ما در افغانستان آمدیم تا حالا شکر الحمدلله یعنی تغییرات زیاد در افغانستان آمده، اما باز هم تغییرات زیاد دیگه هم به کار است، باید تغییرات زیاد دیگه بیایه. از خاطر یعنی و بنیادگذاری هر چیز در افغانستان و در تمام کشورها از طریق علم و دانش میشه. قسمی که ما میفهمیم اضافه تر از 50% جمعیت هر کشور خانم ها تشکیل میده. از خاطر یعنی باید اگر ما میخوایم تغییرات مثبت در جامعه بیایه از خانم ها باید شروع کنیم، خانم ها را یعنی باید در تحصیل و اینا کمک کنیم. و اما تو رازیه جان هم اینمی در فکرشان بود، یعنی گفت در خود شهر کابل هر نوع یعنی از تمام فسیلیتی تمام دخترها و اینا برخوردار است، مثلا مکاتب خوب، هر چیز، مثلا پوانتونای بسیار خوب، یعنی در عرصه علم و دانش از هیچ چیز کمبود نیست. اما گفت من میخوام در یک جای در یک منطقه پس رفته که هیچ چیز ندارن، مثلا اگر مکتب است فلحالم بعضی مکاتب اونجا است که مکتب است معلمین یا بعضی مشکلات خود داره، از او خاطر گفت میخوام تمام چیزهایی که مردم که در شهر زندگی میکنن تمام وسایل که به اونا است، یعنی ما میخواییم به دخترهای قریه هم باشه. و حالا هم در مکتب ما مثلا برق در دیسبز نبود، اما ما سیستم سولر داشتیم که باید اونا یعنی گفت کمپیوتر یاد بگیرن. دیگه هر روز ساعت 7 مثلا ما 7 ساعت درس میخوانیم، 6 ساعت مثلا تمام مضامین معارف، بعد از 1 ساعت هر نگران در صنف خود یعنی صنف انگلیسی میباشن، مثلا کورس انگلیسی واره 1 ساعت، مثلا ما 15 کم 8 درس شروع میکنم تا 1.5 بجه ما در مکتب میباشیم. یعنی تمام چیزهایی که ضرورت دارن برشان مثال است. اگر مثال اتاق کمپیوتر باشه، اگر لابراتوار بسیار مجهز باشه، کتابخانه بسیار مجهز، تمام امکاناتی که شاگردا برش ضرورت داره تمام امکانات برشان از این مکتب. عزیزه جان، در نشستی که به تاریخ 7 اکتبر در شهر لاهه هالند قرار است برگزار شود و خودت به عنوان نماینده افغانستان از نسل جوان در این نشست اشتراک میکنی، صحبتت به دنیا چقدر بود؟ من میخواهیم قسمی که من یعنی در بخش تعلیم و تربیه که در افغانستان است در بخش تعلیم کار میکنم، خصوصا تعلیم دخترها که مثال بسیار یک بخش مهم است.
ما میخوایم قسمی که ما یعنی در بخش تعلیم و تربیه که در افغانستان است، در بخش تعلیم کار میکنم، خصوصا تعلیم دختران که مثال بسیار یک بخش مهم است، یعنی میخوایم در اون جام یعنی درباره ایجوکیشن سیستم یا سیستم تدریس صحبت کنم، یعنی درباره مشکلاتی که در افغانستان است بخش خانم ها، یعنی او باید حل شود، خصوصا در قریجات که زیادتر امکانات نمی باشند، یعنی باید اما تو که رازیه جان کار میکنه، اما تو باید هر افغان یعنی تا حد توان کمک کنه همه گیره، و او جام ما میخوایم یعنی درباره امی یعنی ایجوکیشن دخترا، یعنی که اونا هم حق مساوی داره با پسرا، مثلا فامیلا باید اجازه بده ایشان، باید یعنی همگی ما در این بخش کار کنیم، و ما هم میخوایم درباره از امی یعنی در او جام اگه صدای جوانان افغانستان ببرم، یعنی بدون تعلیم میفهمیم هیچ جای به پیشرفت به قله های بلند نمیرسه، دیگه از خاطر میخوایم امو هدف ما اینمی است که درباره تمام امی چیزا صحبت کنیم. بسیار خوب، حالا با در نظر داشت از این وقتی که شما تازه وارد رقابت شدین، هر کس از خود یک برنامه و یا یک مفکوره را ارائه میکرد، درست؟ مثلا برخی کسا بودن که در مورد توانمندسازی زنا در قسمت تجارت صحبت میکردن، بعضی ها بر جوان ها صحبت میکردن، شما بخشتان بخش تعلیم و تربیه بود، چی فکر میکنین چقدر مؤثر است که زنان و دخترانی که در روستاها هستن گپ شما و یا دورتر از شهرها هستن تا اینا باسواد شون؟ تغییراتی را که خودت نسبت به 7 سال پیشی که در این مکتب رفتی آله که بعد از 7 سال در چهره این دخترها میبینی، در زندگیشان میبینی، چطوری است؟ تغییرات بسیار ما میتونیم ببینیم. از روز اول مکتب که من نبودم، من دو سال از مکتب تیر شده بود وقتی که من کت مکتب یک جا شدم، کت از این فاوندیشن یک جا شدم، اما تغییرات که من میبینم بسیار تغییرات مثبت در زندگیشان آمده، حتی در طرز فکرشان. مثلا قسمی که پیشتر یادآور شدیم، پدر و مادرشان اوقدر یعنی با آرامی نمیموند، اینا را اجازه نمیداد، اما حال اونا خودشان به پنتونهای شخصی و به پنتونها را یافتن، اونا درس میخوانن و بسیار زود دمی 8 ماه سمستر آخر صنوف قابلگی ما مانده، یعنی 8 ماه بعد خود دی سبز از خود 22 تن قابله هایی که بسیار خوب ترین شدن و در بهترین شفاخانه ها رفتن به پرکتیکال خود و در بهترین جاها درس خواندن، اونا میتونن یعنی خودشون به مردم خود خدمت کنن. در مورد این بنیادی که صحبت میکنین، این تنها در دی سبز قابل است؟ بله، تنها در دی سبز هم یک مکتب است و یک انسیتیوت از خانم رازیه جان. چی فکر میکنین؟ چقدر نیاز از وقتی کارتان قدر موفق بوده؟ آیا در مورد از این صحبت شده که به دیگه جای افغانستان هم بره؟ فیلحال یعنی چون قسمت گفتم تنها مکتب بود و حال یک انسیتیوت هم هست، یعنی به پول بیشتر به فند ریزنگ بعضی چیزها میکنن در اونجا، اما یک خانم هست که مثال بسیار محسن هستن، بسیار کمک کوشش میکنن بسیار زیاد، یعنی باور کنین یک روز از اونا وقتی که مثال امو تقسیم اوقات کاری خود که نشان میده، باور کنین یک روز اونا تو نمی باشه که ما بگوییم ما یک روز رخصتی میکنیم، یک روز بیخی نمیریم مکتب، فری می باشیم، مثال کار نمی داشته باشه، اما اونا باور کنین به یک لحظه اونا نمیشینه، همیشه در فکر از امیست که چه قسم بتانیم یعنی دخترها را که در اینجا هستن کمک کنیم. فیلحال خود تنها دمی منطقه دی سبز است، ببینیم یعنی خدا کنه که روز برسه که ما بتانیم تمام جاهای افغانستان، تمام روستاهای افغانستان، اگر ما نی دیگه افغانا میتونن کمک کنن، اگر یک نفرم باشن مثلا یک دختره که خودش مثلا سواد داره میتونه یک نفر کمک کنه در کتاب ها، مثلا در خانه یک ساعت برش به شکل استاد درس بده، مثلا امو سطح دانشش اگر روز به روز در مخانم بهتر شوه خوب است، یعنی امو فکر از او را بتانه تغییر بده، یعنی امو هم یک گپ خوب است، اگر مکتب نمیشه اما میتونه هر نفر یک نفر رام کمک کنه بسیار خوب میشه. چی فکر میکنی؟ چقدر از تجربه های خودت مشترک و ای که یک آموزگارم هستی در این بنیاد، از یک بر ما بگویی که مشکل دختری که میخواید درس بخواند افغانستان محدود به این جغرافیایی که خودت را تجربه کردی بیشتر چی هست؟ به نظر من ذهنیت پدرایشان زیادتر وقت همی می باشه که میگه باید بعضشان که باید میگه خانم ها در چهار دیواری باید محدود باشن، یعنی بیرو قنب راین در خانه باشن مکتب نرن، و یا هم زیادتر اوقات میگیم که باید کت مادر خود در کارهای خانه کمک کنن، اما به نظر من
یعنی یگانه تغییرات مثبتی که در افغانستان می او توسط تحصیل و توسط تعلیم می آید. ما می تانیم که دخترها را مثال اگر امروز امراشان کمک کنیم به سبا می تانه اونا یعنی بسیار به قله های بلند برسن. یعنی باید ما اونا را کمک کنیم، چون من همیشه به این باور هستم میگه اگر یک پسر شما یک بچه را اگر شما مثلا تعلیم میتین، شما هم یک نفر زندگیش تغییر میتین. اما اگر شما یک خانم ایجوکیت میکنین، شما بسته فامیل، بسته جمعیت بسیار بزرگ شما میتونین تغییر دهش وارد کنین. اگر هیچ نشه، بعضی مردم میگن میگه پیازو عروسی میکنه، ازدواج میکنه امروز سبا، میگن دختر مال مردم است، مال مردم است. میگه با ما فایدهش نمیرسه، اما باور کنین میتونه یک مادر خوب شوه. یعنی اگر خودش اما درس خونده باشه، در یعنی میفهمه که تحصیل چقدر در زندگی مهم است، پس میتونه اگر اولاد خوبتر و نیکملتر تربیه کنه و اگر اولاد خوبتر به جامعه تقدیم کنه. عزیزم میخوایم سوال های پایانی را قسمی پرسان کنم که روز رفتنت به این نشست و این سفر نزدیک میشه، از عزیزه ای که یک دختر مهاجر بود، دوباره به وطنش برگشت، دستن بسیار کم کار کردنش رو کرد به عنوان از یک میخواه به وطنش خدمت کنه، تا دختری که امروز میخواه در یک نشست کلان جهانی نماینده افغانستان باشه. از هیجاناتت بر ما قصه کن. بسیار زیاد هیجان هستم، بسیار زیاد فخر میکنم که من بتانم از افغانستان نمایندگی کنم، باعث نماینده از افغانستان برم. و همیشه گفتیم یعنی باید منفیگرا نباشیم زیاد، یعنی همیشه ما درباره مشکلاتی که در افغانستان است باید گپ نزنیم، باید درباره چیزهای مثبتیم. مثلا قسمی که گفتم تغییرات زیاد در افغانستان از 10 سال گذشته 12 سال گذشته آمده. زیاد فخر میکنم که من بتانم از افغانستان نمایندگی کنم، باعث نماینده از افغانستان برم. و همیشه گفتیم یعنی باید منفیگرا نباشیم زیاد، یعنی همیشه ما درباره مشکلاتی که در افغانستان است باید گپ نزنیم، باید درباره چیزهای مثبتیم. مثلا قسمی که گفتم تغییرات زیاد در افغانستان از 10 سال گذشته 12 سال گذشته آمده، میتونیم درباره چیزهای مثبتم صحبت کنیم، چیزهای منفی باید صحبت کنیم، کارهای زیاد مانده که باید انجام بدیم کل جوانان افغانستان. اما باید از پهلوهای مثبت هم گپ بزنیم دیگه. قسمه گفتیم بسیار فخر میکنم، بسیار خوش هستم که بتونم از افغانستان نمایندگی کنم و مشکلات مردم افغانستان، مشکلات دخترای افغانستان در هر فیلدی که هستن میبینن، میتونیم او را امرشان. آیا تصمیم وزیر دارین که رفتین دوباره برگردین؟ همه گیمی سوال یک تعداد دیگه خودشان در آبای شور مندازن، درست؟ یک انتخاب میکنن، یک انتخاب وزیر میکنن که دیگه در افغانستان زندگی نکنن. خود چی انتخاب داری؟ ما یعنی به زودترین فرصت بخیر در ظرف 5 روز یا 4 روزی که کنفرنس است، روز بعدیش که کنفرنس بخیر خلاص شده، ولی کاری که میکنم همیشه بخیر میم. پس در وطن خود، یعنی قسمه گفتم زیاد کارهایی است که باید همه ما جوان ها انجام بدیم، شکر همه گی انجام میتن دیگه، از خود کارهای زیادی مونده باید رو خلاص کنیم دیگه، هیچ اتو تصمیم شکر الحمدلله نیست. بسیار زیاد تشکر عزیزم، تشکر از شما، تشکر از اینکه تشکر یک جهان که مرا همراه کردید، تشکر یک جهان.